الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در برنامه قبل که خدمت شما عزیزان بودم مطالبی در مورد نام العظیم و صفت عظمت پروردگار بیان کرده که الله متعال عظیم و بزرگ هست در ذات خودش و در صفات خودش و در اعمال و افعال خودش و در هبه و بخشش خودش نامی که امروز در مورد آن صحبت می نام مبارک القوی هست این نام در قرآن کریم برای الله متعال یاد شده و در روایات هم در این زمینه مطالبی هست الله متعال در سوره شورا می فرماید الله لطیف بعباده یرزق من یشاء الله متعال لطیف هست نسبت به بندگانش هر کسی را که بخواهد هر مقداری که بخواهد نعمت میدهد و رزق میدهد و هو القوی العزیز و هو القوی العزیز الله متعال با قدرت قدرتمند مقتدر و عزیز هست این ربک هو القوی العزیز در سوره هود پروردگار تو القوی و العزیز هست ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین الله متعال رزاق صاحب قوت ذو القوة یعنی صاحب قدرت و صاحب اقتدار هست پس بنابراین القوی یکی از نامه های الله متعال هست که در مواردی از قرآن کریم الله متعال این نام را برای خودش ذکر فرموده معنی القوی همان گونه که میدانیم عکس ضعف و ناتوانی هست قوی یعنی قدرتمند پر قدرت و پرتوان کسی که دچار ضعف و ناتوانی نمی شود عجز ندارد بر هر کاری که بخواهد توانا هست یکی از آثار قوت الله متعال آثار توانمند بودن و مقتدر بودن الله متعال این است که بر هر چیزی توانا هست حالا کلش این قدیر بر هر کار ممکنی را که شما تصور بکنید ولو اینکه بسیار سخت باشه الله متعال قدیر هست یعنی با قدرت هست توان دارد قوی هست الله متعال پس بنابراین وقتی که ما میگیم که الله متعال قوی هست از نظر شرعی و از نظر اصطلاح عقیدتی یعنی این که الله متعال دارای تمام قدرت ها و تمام نیروها هست قوت و اقتدار همه از انان الله متعال هست الله متعال دارای قدرت مطلقه و اقتدار مطلق هست که در هر حال و در هر زمان با الله متعال هست یعنی الله متعال همیشه در ازل قوی بوده قوی هست و قوی خواهد بود از ازل گرفته تا ابد ازل بدون ابتدا و ابد بدون منتها الله متعال قوی بوده الله متعال قدرتی را که دارد یک قدرت کاملی هست قوی هست قدرت و توان دارد بدون هیچ گونه نقص و عیب و ایرادی معمولا قوی هایی که ما میشناسیم از میان انسان ها یا هر موجود دیگری که باشد قوی هستند منتها در یک دایره محدود هر کسی در حد توان خودش قوی هست از مورچه گرفته تا بزرگترین موجودی رو که ما تصور بکنیم قوی هستند اما در دایره قدرت خود قوی هستند منتها در برخی از مواقع دچار ضعف میشند قوی هستند اما این ضعف این قوتشون تواناییشون با اینکه محدود هست با اینکه در برخی از موارد دچار ضعف میشوند بلکه این قوتشون یک قوت زوالپذیر هست اما الله متعال قوی هست همیشه قوی بوده قوتش بدون ضعف هست بدون عجز و ناتوانی هست و قوت الله متعال دائمی و همیشگی هست الله متعال قوی هست یعنی این که هیچ کسی بر الله متعال غالب نمی شود در هر زمینه ای که شما تصور بکنید در زمینه خلقت آسمانه ها و زمین و کهکشانه ها و عرش و کرسی و تمام مخلوقات با عظمت الله متعال خود اینها دلالت بر عظمت و دلالت بر عظمت قوت الله متعال دارد که الله متعال در قوت و اقتدار خودش و در توانایی خودش بسیار عظیم هست و خود این مخلوقات الله متعال قوت الله متعال را به نمایش گذاشتند الله متعال قوی هست کسی بر الله متعال غالب نمی شود الله متعال قادر و قوی هست بر هر کاری و هیچ کسی بر الله متعال غالب و مستوی نمی شود الله متعال غالب هست قوی هست مقتدر هست و اقتدار الله متعال متناهی است یعنی بدون اندازه هست غیر متناهی است حد و مرزی را ندارد قدرت و عظمت الله متعال به اندازه الله متعال عظیم هست و قادر و توانمند و قوی هست که تمامی قدرت ها و تمامی توان های دنیا را که جمع بکنیم در مقابل توان الله متعال ضعیف هستند و ناچیز هستند الله متعال قوی هست بدین معنی که اراده الله متعال در هر بخواهد ارادهش نافذ می شود و این نشانه عظمت الله متعال و کمال قدرت و قوت الله متعال هست الله متعال به اندازه ارادهش نافذ هست که نشأت گرفته از قوی بودن الله متعال هست که اگر امری را اراده بکند اگر بخواهد یک کاری انجام بشود فقط میگوید کن فیکون بلا فاصله آنچه را که الله متعال خواسته عملی می شود و انجام می گیرد. و این نشانه کمال قدرت الله متعال هست و یکی دیگر از نشانه های قدرت الله متعال و قوی بودن الله متعال این هست که الله متعال در گرفت و در عقاب و مجازات خودش هم قوی هست کسانی که نافرمانی بکنند کسانی که دشمنی بکنند با الله متعال با انبیاء الهی و دوستان الهی الله متعال در گرفت خودش و در عقاب و مجازاتش هم بسیار قوی هست این الله یمهل ولا یهمل الله متعال مهلت می دهد اما اهمال نمی کند فراموش نمی کند به ظالم و ستمگر چند روزی فرصت می دهد چه بسا که ظلم بیشتری رو انجام بدهد مردم بیشتر از دست اون مورد اذیت و آزار قرار بگیرند اما در مقابلش مجازات الله متعال سختتر هست الله متعال به ستمکاران مجال ستم داده و مجالی داده برای اینکه زور بگویند تا اینکه عذابشون سختتر باشه هر چی بیشتر زنده باشند هر چی بیشتر زور بگویند هر چی بیشتر ظلم بکنند بر مردم الله متعال قوی هست در بدش و در مجازاتش مهلت داده تا اینکه سر فرصت عذاب بسیار سختی رو الله متعال به چونین افرادی بدهد الله متعال بنا بر حکمتی که دارد بنا بر علمی که دارد یک موریدی رو به تأخیر می اندازد شاید برای ما تحملش سخت باشد درد آور و ناگوار هست اما قطعا الله متعال در این کار حکمتی را دیده و اگر ظالم را بگیرد به هیچ عنوان نمی تواند که از گرفت الله متعال و از مجازات و عقاب الله متعال فرار بکند الله متعال قوی هست و شدید العقاب هست برای مجرمان و برای ستمکاران. آیاتی رو که برای شما در مورد صفت القوی صفت قوت و نام القوی الله متعال ذکر کردن حتما متوجه شدید که الله متعال این نامه ها را و این صفات را در چه جاهایی بکار برده الله متعال در مورد رزق در مورد این که الله متعال به بندگانش رزق می دهد آیه رو خدمت شما قبلا تلاوت کردم و همچنین الله متعال می فرمد ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین الله متعال رزاق هست رزق می دهد و الله متعال در کنار رزق دادنش ذلقوه هست یعنی قوی هست مقتدر هست یعنی این که الله متعال برای رزق دادن بندگان خودش توانمند هست و صاحب قوت هست و اگر رزقی میدهد با قدرت میدهد و هرچند که رزق بدهد هر چند که مرزوقینش و هر چند که بندگانش زیاد باشند الله متعال از رزق دادن آنها ناتوان نیست الله متعال در رزق دادن ذل المتین هست قدرت بسیار محکم و استواری رو الله متعال دارد الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز الله متعال به بندگانش رزق میدهد لطیف هست به بندگانش هر کسی را که بخواهد رزق میدهد و در رزق دادنش الله متعال قوی عزیز هست پس بنابراین هیچ کسی از ما نباید دغدغه رزق را داشته باشیم بسیار از مردم فکر می کنند که رزق الله متعال تمام شده نمیدونم ذخایر فلان کشور تمام شده مردم رو به گرسنگی هستند الله متعال در مورد رزق دادن تکفل کرده به ما و برای ما رزق ما را یکی از اولیاء الله میگوید که الله متعال به من دستور داده که من عبادتش بکنم وظیفه من این است که الله را بندگی بکنم و الله متعال رزق مرا متکفل شده یعنی مطمئن هستم که رزق به من میرسد آن رزقی را که الله متعال برای من شما مقدر کرده الله متعال با قدرت خودش این رزق را به من شما میرساند الله متعال در رزق دادنش ذوالقوه المتین هست یعنی به هر کسی که بخواهد رزق میدهد روزی و نعمت میدهد و ذوالقوه المتین هست و هیچ کسی نمیتواند که جلوگیری بکند از ارزاق و از رزق دادن رزقی را که مال شما هست لقمه ای را که نصیب شما هست حتما به شما خواهد رسید و هیچ قدرتمندی نمیتواند آن را از شما بگیرد و آنچه را هم که نصیب شما نیست نصیب کسی دیگر هست تو هم با قدرتت نمیتوانی که از چنگ کسی دیگر در بیاوری پس بنابراین پروردگار ما رزاق هست و در کنار رزاق بودنش و المتین القوی العزیز هم هست یکی از صفات الله متعال که عرض کردم و اخترانی که دارد همین القوی و العزیز هست و هو القوی العزیز در سوره هود که عرض کردم الله متعال که قوی عزیز هست یعنی این که الله متعال در قدرت خودش و در اقتدار خودش عزیز هست یعنی شکستی ناپذیر هست غالب هست یعنی هیچ کسی در قوت و در قدرت از الله متعال غالب نیست الله متعال عزیز هست الله متعال قوی هست یعنی مقتدر هست بر حلاک کردن ظالمان برگرفتن و مجازات کردن ستمگران عزیز هست الله متعال غالب هست یعنی این که نیازی به کسی ندارد هر کاری را که الله متعال بخواهد انجام میدهد نشأت گرفته از قوت الله و قوی بودن الله متعال هست و بر هر کسی که بخواهد غالب می شود و هیچ کسی هم نمیتواند که مانع بشود و زیرا که الله متعال در قوتی که دارد عزیز هست و در عزیز بودنش یعنی در سیطرهش در شکستی نافذیر بودنش در عزتش الله متعال قوی هست به هیچ عنوان الله متعال مغلوب نخواهد شد پس بنابراین الله متعال قوی عزیز هست در کنار شکستی ناپذیر بودنش اوج قوت و قدرت را دارد و اوج قدرت و اقتدار الله متعال به ای هست که الله متعال بر هر کاری غالب هست قدیر و توانمند هست و هیچ کسی نمیتواند که مانع اراده الله متعال بشود الله متعال در نصرت کردن اولیاءش، پیامبران انبیاء الهی و متبعین پیامبران عزیز هست و قوی هست هر کسی را که الله متعال بخواهد قدرت می دهد قدرت الله متعال فراتر از حج گمان ما و فراتر از معیارهای ظاهری و دنیوی ما هست هرچرا که ما فکر بکنیم که شکست ناپذیر هست، غیر قابل شکست هست، الله متعال فراتر از او هست. هر ظالمی و مقتدری که فکر بکند که قدرتش برای همیشه هست، سلطنتش برای همیشه هست، اشتباه کرده. قدرت همیشگی و سلطنت همیشگی از آن الله متعال هست، زیرا که فقط و فقط الله متعال القوی العزیز هست، نشانه های قدرت الله متعال و نشانه های عزت الله متعال در گذشته بسیار زیاد هست داستان هایی رو که الله متعال از انبیاء گذشته و اقوامشون برای ما در قرآن کریم تعریف کرده نشانه عظمت الله و نشانه قدرت و عزیز بودن الله متعال هست به طور مثال الله متعال در مورد عاد می فرماید فاما عاد فاستكبروا فی الارض غیر الحق قبیله عاد استکبار کردند خود را بزرگ بنداشتند ظلم و تجاوز کردند بر روی زمین و این حقشون نبود حقشون بندگی بود حقشون عبودیت بود باید ایمان می آوردند باید بنده الله متعال می شدند اما این کار را نکردند بلکه با افتخار میگفتند وقالو من اشد و من ناقوه از ما قدرتمندتر کی هست چه کسی از ما قدرت بیشتری را دارد ما از همه توانمندتر هستیم از همه قدرت ما بیشتر هست می نازیدن به قدرت خودشان اما فراموش کرده بودند که الله متعال که آنها را آفریده قدرتش از اونها بیشتر هست اولم یرو ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه اینو باید درک میکردند هر چند قدرت دارند هر چند اقتدار دارند اما ذاتی که آنها را خلق کرده و آفریده آن ذاتی که این قدرت را و این اقتدار را به آنها داده اینو باید عقلا درک میکردند که الله متعال و آفریدگارشون از آنها قدرتمندتر هست در مقابل هر کسی که سرکشی میکردند و استکبار میکردند اگر اندکی عقل و خرد داشتند در مقابل فرمان الله نباید تکبر و استکبار میکردند و نهایتشون هم هم قوم عاد و سمود و بقیه قوم که اناد کردند تکبر کردند خود را صاحب قدرت و سلطنت میدانستند و در مقابل پیام آور الهی قدرت را به رخ مردم میکشیدند و به رخ پیامبران میکشیدند نهایتاً الله متعال از صفت القوی و العزیز خودش استفاده کرد و آنها را هلاک کرد الله متعال همان گونه که قوی هست مؤمنانی را که قوی هستند بیشتر دوست دارد المؤمن القوي و وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الله متعال مؤمن قوي و مؤمن قدرتمند را بیشتر از مؤمن ضعیف دوست دارد زیرا که مؤمنی که قوی هست بر عبادت الله متعال بر اطاعت الله متعال در دفاع از دین الله متعال پیشگام هست بیشتر کارآمدی دارد پس بنابراین سعی بکنیم که قوی باشیم هم در ایمان خودمون هم در اراده خودمون و هم در تصمیمی که میگیریم و هم در عبادتی که انجام میدهیم و هم در نصرت دین الله متعال قوی باشیم هم در جسممان و هم در جانمان قوی باشیم هر کسی که در جسمش و در جانش قوی تر باشد و در کنار آن ایمان داشته, باشد المؤمن باشد المؤمن القوی و خیر و احب الى الله مؤمنی که قوی باشد نزد الله متعال بهتر هست و محبوبتر هست از مؤمنی که ضعیف هست پس بنابراین سعی بکنیم که این قوت را در ایمان خودمون در اجسام خودمون و در باورها و در اعمال خودمون ان الله داشته باشیم تا اینکه از این طریق هم محبوب الله متعال و مقرب بارگاه الهی قرار بگیریم تا برنامه دیگر و مطالب دیگر شما را به الله Thank you.